سلام دوستان، خبر خیلی زیاده. حالا من باید جمع‌بندی کنم، فکر کنم یه برنامه نمیشه چون حوصله سربر میشه برای دوستان، حوصله‌شون سر میره. ولی یه نکته میخواستم بگم. ببین، حتما خبر سفر معاون سابق رئیس جمهور آمریکا پنس به آلبانی و دیدار با مریم رجبی رو شنیدید. برای من خیلی جالبه که حالا اصلا پنس الان که هیچ کار است، بعد حالا رسانه‌ای هم که نوشتن معاون ترامپ، یعنی در واقع با خیلی زبلی با توجه به اینکه حالا ترامپ برای بعضی از مردم ایران چهره ناجی پیدا کرده و احساس میکنن که اگه ترامپ بود جمهوری اسلامی اینقدر شالتاق نمی‌کرد، اینقدر زور نمی‌گفت، حالا می‌بینن معاون پنس، در حالی که نه ترامپ پنس رو قبول داره نه پنس ترامپ رو. دیدید که در اواخر روزهای ریاست جمهوری ترامپ اختلاف بینشون پیش اومد و اخیرا هم ترامپ به شدت علیه پنس صحبت کرده. حالا یه عده میان به جایی که بگن مایک پنس که یادمه که الان هیچ کار است در سیاست آمریکا و هیچ اثرگذاری نداره، به جایی که بگن این ملاقات کرده با مریم رجبی، میگن معاون ترامپ. خب حالا اینم مثلا به خیال خودشون زبلی میکنن، میخوان از چهره‌ای که ترامپ بین بسیار از ایرانیان پیدا کرده سوء استفاده کنن و بگن که معاون ترامپی که محبوبی سر از ایرانی هاست با مریم رجبی ملاقات کرده. این یه بعد قصه است که حالا در موردش صحبت خواهیم کرد. اینکه بسیار از مقامات آمریکایی با چجوری میشه راحت دعوتشون کرد سخنرانی کنن، این هم همه دیگه میدونن، به خصوص سازمان مجاهدین بارها اتفاق افتاده که در تجمعاتش بعضی از مقامات آمریکا از جان بولتون گرفته تا شهردار سابق نیویورک جولیانی و دیگران، همه میدونن که به هر حال پولهایی دریافت میکنن و برن سخنرانی میکنن یا در تجمعات حضور پیدا میکنن. اینش هم بماند. اما من صحبتم با بعضی از آقایونی که خیلی ادعاشون آقایون و خانم هایی که منم شدم رئیسی آقایون بانک ها میگفت، صحبتم با بعضی از آقایون و خانم هایی که خیلی احساس دموکرات بودن میکنن و به شدت خلاصه استبداد ستیزیشون تحریک شده، نگرانن که در آینده مثلا اگر شاهزاده رضا پهلوی یا مثلا افرادی که حامی ایشون هستن قدرتی بگیرن، ممکنه به طرف استبداد برن. اما همشون در برابر اپوزیسیون سازی بعضی از نهادهای آمریکایی و بعضی از رسانه ها سکوت کردن، یک کلمه حرف نمیزنن که یه چهره ای رو دارن برجسته میکنن. من اصلا نیاز به بحثی است که اون چهره اصلا قابلیت تبدیل به رهبری اپوزیسیون داره یا نداره، که جوابش همه مردم خودشون دارن. من بحثم با اون کسانیه که خیلی استبداد سنجشون یهو بلند شد و تحریک شد و همشون آه و ناله سر دادن، یاد استبداد افتادن، یادشون افتاد 70 سال پیش یه نفر تو دولت پهلوی شکنجه شده و از این حرفا، یا اینکه مثلا جمهوری اسلام زمان شاه حکومت مستعمره آمریکا بود، از اون دروغایی که تو کله همه ما کرده بودن و یه عده آدمای کون ذهن سیاسی هنوز هم این حرفا رو میزنن در حال. ولی هیچ کنون از آن نمیگن که یه آمریکایی بلند شده رفته با این خانم ملاقات کرده و دنبال چهره سازی هستن. خب مطابق معمول من چون فحش خورم مرسی اینو میگم که بعضی از لات‌های طرفدار سازمان مجاهدی مثل دفعه قبل شروع کنن به من فحاشی کردن، من لذت میبرم وقتی اینا به من فحش، من لذت میبرم. ولی ای کاش این کسانی که این روزها خیلی نگران دخالت خارجی، نگران نفوذ آمریکا، نگران باز تولید استبداد هستن، کسانی که یاد اعدام‌های دوره پهلوی میفتن، یاد ترورها هم بیفتن، یاد وضعیت اعضای سازمان در آلبانی اونم بیفتن و چه وضعیتی دارن، اینا هم یادشون بیفته. یادشون بیفته به سابقه همکاری سازمان با صدام و حضورش در عراق. خب اینا اگه قراره که سابقه اشاره کنن، هی میان راه میرن میگن که کودتای آمریکایی 28 مرداد. حالا اون که اصلا در موردی که کودتا بوده یا نه باید بحثه که واقعا نبوده. ممکنه من قبلا گفتم من برای مرحوم دکتر مصدق احترام قائلم، که همون که شاهزاده رضا پهلوی احترام قائل هستم، اما عنوان کودتا صدق نمی‌کنه. ولی به هر حال کسانی که بعد از 69 سال هنوز برای اینکه رژیم گذشته رو محکوم کنن به کودتای آمریکایی 28 مرداد اشاره می‌کنن، این روزا خبری ازشون نیست که در مورد اپوزیسیون سازی توسط آمریکا حرف بزنن. من ندیدم یکیشون یک کلمه محکوم کنه. اینایی که بیانیه‌های 6 گانه و 8 گانه و چند گانه می‌دادن، اینایی که خیلی
ادای استقلال و جلوگیری از دخالت خارجی در امور ایران رو میدادن، یکیشون این روزا صحبت نکرد. در حالی که پس از صحبت شاهزاده رضا پهلوی چند ساعت بیشتر صبر نکردن و بیانیه دادن، صحبت کردن، اظهار نگرانی کردن. و میگم الان سالهای زیادیه که به قول خودشون برای اینکه رژیم گذشته رو محکوم کنن از وابستگیش با آمریکا میگن، از دخالت آمریکا میگن. آیا واقعا اینکه یک مقام بیکاره آمریکایی والا میشه میره با رهبر یه سازمانی دیدار میکنه و انقدر بولد میشه در رسانه های بعضی از رسانه ها، این نوعی دخالت نیست، این نوعی القای نفوذ اون سازمان نیست، نوعی اپوزیسیون سازی مصنوعی نیست، این که نمیگیره این کار. ولی در واقع به نظر من یک تستی بود برای بعضی از افراد مدعی که نشون بدن که اینا مأمورن یا واقعا شرایط رو درک نمیکنن، یا مأمورن که خواسته یا ناخواسته در راستای منافع جمهوری اسلامی از اتحادی که ممکن بود، ممکنه و قطعا اتفاق خواهد افتاد شکل بگیره در پیرامون آقای پهلوی جلوگیری کنن با ایجاد یک سری وحشت‌های مصنوعی. ولی چیزی از میگم از قبح کار اینها در موضوع اخیر کم نمی‌کنه، یعنی اینکه سکوت کردن در برابر این اتفاق و زیر سیبیلی در کردن، و شاید هم حالا فکر می‌کنن که وقتشه که با اون سازمان اتحاد کنن علیه این، برای شاید یارگیریشون به خنس خورده، خلاصه بازارشون کساده و فکر میکنن که تنها راه اینه که برن با این سازمان متحد بشن، لابد از توان مالی سازمان و توان نظامیش استفاده کنن برای پیشبرد اهدافشون. یعنی کسانی که تا دیروز حتی خودشون با این سازمان مخالف بودن الان سکوت کردن، و این سکوت میتونه یکی از دلایلش این باشه که میخوان متحد بشن با این سازمان علیه روند جدیدی که در کشور افتاده، روندی که هم جمهوری اسلامی رو نگران کرده، هم بعضی از مخالفین که خیلی خودشون بزرگ میدیدن و تصور میکردن که تنها آلترناتیو یا مؤثرترین آلترناتیو هستن، و امروز دیدن که سالها فعالیت اونها به اندازه یک سخنرانی تاثیرگذار نیست یا جلب توجه نمیکنه، نه نظام رو وحشت زده میکنه، نه مردم رو امیدوار میکنه. من در این مورد مفصل صحبت خواهم کرد، فقط خواستم یه چیز کوتاهی فعلا صحبت کنم که در صفحات مختلف خودم بزنم، در یوتیوب و توییتر و اینستاگرام و تلگرام، ولی مفصل در مورد پس لرزه های سخنرانی آقای پهلوی صحبت خواهم کرد همین امروز. امیدوارم که بتونم زودتر تنظیمش کنم و به اشتراک بذارم، با هم صحبت کنیم و نظراتتون رو بشنوم. من ببینید بارها گفتم و بازم میگم، با هیچ سازمانی نه دشمنی دارم نه عقد و اخوت بستم، ولی رفتارهای متناقض برام خیلی عجیب و غریبه. در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد. موفق باشید.